اون روز رفتن توی سوریه و پذیرفتن مسئولیت چند ساعتی بیشتر از انتشار خبر کشته شدن قاسم سلیمانی نگذشته بود که رهبر جمهوری اسلامی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران را منصوب کرد اسماعیل قاعانی سردار 62 ساله سپاه و از یاران قدیمی قاسم سلیمانی طبق نوشته خبرگزاری تسنیم سابقه دوستی و همکاری قاعانی و سلیمانی به سال 61 و حضور در مناطق عملیاتی جنگ ایران و عراق باز می گردد. او که زاده مشهد است اواخر سال 58 به عضویت سپاه پاسداران درآمد و بعد از طی دوره های آموزشی در مرکز آموزش سپاه به عنوان کادر مشغول به فعالیت شد سپس همزمان با درگیری های کردستان در عواسط سال 1359 به این منطقه رفت آقای قانی در طول 8 سال جنگ ایران و عراق در سمت های مختلف سپاه پاسداران فعالیت کرد و از جمله فرماندهی تیپ امام رزا و فرماندهی لشکر پنج نصر را بر عهده گرفت پس از پایان جنگ و در سال 67 به مشهد بازگشت و مدتی به عنوان قائم مقام واحد هشتم عملیاتی نیروی زمینی سپاه پاسداران مشغول به کار شد این فرمانده جنگ سپس به نیروی قدس سپاه پیوست و از سال 86 به عنوان جانشین فرماندهی نیرو منصوب شد البته پیش از آن و برای مدت کوتاهی بین سالهای 85 و 86 در سمت معاون حفاظت اطلاعات ستاد مشترک سپاه فعالیت کرد اسماعیل قانی نیز مانند قاسم سلیمانی به داشتن مواضع تند علیه دولت اسرائیل شهرت دارد و در جریان جنگ سوریه از فرماندهان مهم و فعال جمهوری اسلامی محسوب میشد. چهره های آلوده کثیفشون رو او در عرصه سیاست داخلی بر خلاف قاسم سلیمانی که عموما از موضع گیری سریح درباره رویدادهای سیاسی پرهیز داشت از اعلام مواضع سیاسیش ابایی نداشته است اسماعیل قانی از جمله 24 فرمانده سپاه بود که در جریان حمله به کوی دانشگاه و حوادث تیر ماه 78 در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران به او هشدار دادند و نوشتند کاسه صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی بر خود جایز نمیدانیم. نامه‌ای که از آن تعبیر تهدید به کودتا شد در سالهای بحران سوریه و در حالی که نیروی قدس سپاه تنها با یک نام و آن هم قاسم سلیمانی شناخته می سفر غیر مترقبی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به تهران باعث شد تا نام یک فرمانده دیگر نیز به رسانه ها کشیده شود قانی اسفند 97 و در جریان این سفر ناگهانی که بدون اطلاع دولت ایران و با هماهنگی قاسم سلیمانی انجام شد در اظهار نظری جنجالی به رسانه ها گفت آنها که باید بدانند از سفر رئیس جمهوری سوریه به ایران خبر داشتند و آنهایی که نباید نمیدانستند. این مرد همکنون جانشین یکی از استراتژیک ترین فرماندهان جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته شده است او فرمانده نیرویی شده که اصلی ترین بازیگر سیاست خارجی ایران در منطقه طی این سالها بوده آیا نیروی قدس سپاه بدون سلیمانی هم میتواند توقعات رهبر جمهوری اسلامی را در اجرای سیاست های او در خاور میانه برآورده کند آینده این نکته را مشخص خواهد کرد مهدی تاهباز رادیو فردا